مهدیه گلرو فعال سیاسی از مالمو همراه ما هستند. خانم گلرو، با توجه به اینکه قرار فردا اسامی کابینه دولت پزشکیان اعلام بشه و پزشکیان امروز هم معاونت زنان خودش رو معرفی کرده، آیا فکر میکنین که اراده‌ای وجود داره که گشت ارشاد جمع‌آوری بشه، یا اساساً اصلا چنین موضوعاتی فراتر از اختیارات یک رئیس جمهور در جمهوری اسلامیه؟ دقیقا مسئله همون نکته دومیه که شما اشاره کردید. مسئله این نیستش که آیا این دولت و اون دولت اراده ای دارن در مورد این مسائل یا نه. مسئله سیاست های کلی نظامی که آقای پزشکیان هم بارها و بارها در مصاحبه ها، در مناظره ها و بعد از اینکه در واقع وارد پاستور شدن بارها گفتن که بر اساس سیاست های کلی نظام پیش میریم. مسئله حجاب زنان چیزی مترادف با دشمنی با اسرائیل و مخالفت کردن با آمریکا هستش. اینها چیزایی نیستش که با اومدن و رفتن یک رئیس جمهور درش تغییر ایجاد بشه، چون منویات مقام رهبری هستش و سیاست‌های کلی نظام هستش که اون باید اجازه بده که آیا میتونه مثلا ارتباطی با آمریکا شکل بگیره، تغییری تو رابطه با اسرائیل باشه یا تغییری توی حجاب زنان و پوشش اجباری زنان وجود داشته باشه یا نه. به خاطر همین به نظر من کارزارهایی از این دست که این درخواست رو از مقام ریاست جمهوری میکنه، کارزارهایی هستش که مسئله رو تقلیل میده به یک خواسته‌ای که نیروی انتظامی داره انجام میده، وزارت کشور مسئولش هست و داره انجام میده، در صورتی که ما در سال گذشته دیدیم از شهرداری که حجابان‌ها رو آورد، در خود زاکانی هم بعدها معترف شد به این مسئله تو مناظره ها، از شهرداری که اومد و حجابان‌ها رو گذاشت توی ایستگاه‌های مترو تا وزارت علوم تا زندان‌ها تا همه در واقع تا پلیس راهور که همین هفته گذشته در دولت جدید باز دستور داده که حجاب زنان و پوشش زنان در مورد رانندگی رو باید بهش توجه بکنی. اینها همه مسائلی هستش که به نظر میاد که باید برگردیم و نگاه کنیم به بیت، ببینیم اونجا چه نظری در موردش میگیرن. نکته دیگه که میخواستم اشاره بکنم استفاده از کلماتی مثل اینه که احساسات عمومی رو جریحه دار کرده. این اینجور کلمات واقعا زنان ایرانی رو که هر روز دارن با شجاعت همراه با ترس از اینکه بازداشت بشن یا جانشون گرفته میشه، بدون اینکه بخوان بر اساس استانداردهای جمهوری اسلامی باشن، میان توی خیابانه و اونجوری که دوست دارن سعی میکنن حداقلی که حالا میتونن رو در واقع روسری نداشته باشن و میان توی خیابون‌ها، نهادهای سیاسی و احزاب سیاسی لازم نیستش که بگن احساساتشون جریحه دار شده، بلکه باید مطالبه‌ای داشته باشن و موضع خودشون رو مشخصاً در مورد حجاب اجباری عنوان بکنن. الان در مورد حجاب اجباری دیگه یا شما موافق حجاب اجباری هستید یا مخالف حجاب اجباری. اینکه در این بین بخواد جای بیسید و بگید که تربیت رو درست بکنیم، احساساتمون جریحه دار میشه از برخورد با این زن، اگه جور دیگه برخورد بکنن، به نظر این کسانی که این بیانیه ها رو دادن هیچ اشکالی نداره، فقط نوع برخورد با مسئله هستش و همچنان اعتقاد به حجاب اجباری و اینکه باید زنان پایبند به اون باشن سر جای خودش میمونه. اینها مسائلی هستش که من فکر میکنم کسانی که از این قبیل بیانیه ها رو مینویسن باید بیشتر بهش توجه کنن. بله، سپاس فراوان از شما مهدیه گلرو فعال سیاسی که از مال ما همراه ما بودید.